بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان بیننده در برنامه آموزش زبان قرآن کریم، رسیدیم به 27 درس کتاب دوم العربیت و بین یدیک جلد دوم که در ارتباط با العلم و تعلم در رابطه با آموزش و پرورش بود. در این درس باز هم یک گفتگویی خواهیم داشت بین دو نفر که این گفتگو بین فاطمه و عایشه هست در ارتباط با تاریخ و تمدن مسلمان ها که باز هم با علم و آموزش و پرورش ارتباط بسیار مستقیم و تنگاتنگی داره. در این درس در ارتباط با حضارت المسلمین یعنی تاریخ و تمدن مسلمان ها، حضاره به معنای تمدن هست، سخن میگه. فاطمه میپرسه از عایشه که داری در این روزها مطالعه چه کتاب هایی رو انجام میدی، که ایشون میگه اقرأ کتبا عن حضاره المسلمین، از تاریخ تمدن مسلمان ها دارم کتاب هایی رو مطالعه میکنن که كانت حضارة عظيمة تقدمت في الطب والصيدلة والعلوم والرياضيات والجغرافيا والفلك والعلوم الإنسانية. تمدن بسیار عظیمی بوده که پیشرفت داشته. تقدمت یعنی پیشرفت داشته در پزشکی، در داروسازی، در علوم، در ریاضیات، در جغرافیا، در ستاره شناسی و علوم انسانی. فاطمه بهش میگه که هل تأثرت اروپا به حضارت المسلمین، آیا اروپا متأثر شده از تاریخ تمدن مسلمان ها؟ عایشه میگه نعم تأثرت بها کثیرا، فقد اتصل علماء اروپا به علماء المسلمین و اخذوا عنهم العلم و ترجموا کتبهم و درسوها فی جامعاتهم. تأثیر زیادی رو گرفتن، با ارتباط گرفتن علمای اروپا، دانشمندان اروپایی با دانشمندان مسلمان و اخذوا عنهم العلم و ترجموا کتبهم و درسوها فی جامعاتهم، در دانشگاه‌های خودشون تدریس کردن. ناگفته نمونه تا قرن 16 میلادی تنها کتابی که در پزشکی تدریس میشد در دانشگاه اروپا کتاب ابن سینا، کتاب شفا بود، و متاسفانه مسلمان ها غو افتادن و اونها گوی رو گرفتن. فاطمه تقول ولكن لماذا تأخر المسلمون بعد ذلك، بعد از این چرا مسلمان ها غو افتادن؟ عایشه تقول تأخروا لأنه ترکوا العلم و ابتعدوا عن الدين، بخاطر اینکه علم رو، دانش رو ترک کردن و از دین هم دوری جستن یا فاصله گرفتن. فاطمه کیف اترکون العلم والاسلام يدعو الیه، چرا این کارو کردن، از علم رها کردن در حالی که اسلام دعوت به علم میده؟ عایشه تقول احسنت، فاول کلمه نزلت من القران هي اقرا، اولین کلمه ای که در قرآن نازل شده اقرا هست. و فاطمه تقول دعا الرسول صلی الله علیه و سلم المسلمین في كثير من احاديثه لطلب العلم كقوله طلب العلم فريضه على كل مسلم. و عایشه تقول الحمد لله فقد رجع المسلمون مره اخرى الى طلب العلم، مسلمان ها برگشتن به دوباره مرتن اخرانی دوباره به آموختن علم. فها هی المدارس و الجامعات، این هم مدارس هست و جامعاتی هست که تنتشر و فی جمیع بلاد المسلمین، در همه کشورهای اسلامی منتشر وجود داره، منتشر هست. در اینجا هایی که مشاهده میکنید فهاهیه، این برای تنبیه هست، برای تنبیه هست و میخواد بگه این هست مدارس های مسلمان ها. ببین مدارس مسلمان ها مدارس زیاد و دانشگاه زیادی دارن. و علی کل مسلم رجلا کان او امراه ان یطلب العلم طول حیاته، هر مسلمانی باید در طول زندگیش طالب علم یا دانش رو پژوه باشه، یعنی پژوهش علم رو کوتاهی نکنه. این گفتگو رو باز هم به خاطر اینکه بهتر بتونیم مطلب رو تثبیت کنیم دوباره با هم گوش میکنیم تا بهتر به ذهن بسپارید. الوحدة الخامسة، الدرس السابع والعشرون. استمع الى الحوار. الحوار
حضارة المسلمين. ماذا تقرأين يا عائشة هذه الأيام؟ أقرأ كتبا عن حضارة المسلمين، كانت حضارة عظيمة تقدمت في الطب والصيدلة والعلوم والرياضيات والجغرافيا والفلك والعلوم الإنسانية. هل تأثرت أوروبا بحضارة المسلمين؟ نعم، تأثرت بها كثيرا، فقد اتصل علماء أوروبا بعلماء المسلمين وأخذوا عنهم العلم وترجموا كتبهم ودرسوها في جامعاتهم. ولكن لماذا تأخر المسلمون بعد ذلك؟ تأخروا لأنهم تركوا العلم وابتعدوا عن الدين. كيف يتركون العلم والإسلام يدعو إليه؟ أحسنت، فأول كلمة نزلت من القرآن هي اقرأ، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في كثير من أحاديثه لطلب العلم، كقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحمد لله، فقد رجع المسلمون مرة أخرى إلى طلب العلم، فها هي المدارس والجامعات تنتشر في جميع بلاد المسلمين. وعلى كل مسلم، رجلا كان أو امرأة، أن يطلب العلم طول حياته. بله، بیایم به تمرین اول که درک مطلب هست. با حل این تمرین ببینیم که چقدر مطالبی که در این گفتگو وجود داشت رو تونستیم بگیریم. تدریب الاول، ضع علامت صحیح او خطا ثم صحح الخطا. عائشه تقرا کتبا عن حضاره المسلمین. عائشه تقرا کتبا عن حضاره المسلمین، صحیح او خطا؟ صحیح، هي تقرا كتب عن حضاره المسلمين. الثاني، تأثرت أوروبا قليلا بحضارة المسلمين. لا، تأثرت كثيرا، تأثرت كثيرا ليس قليلا. الثالث، ترجم علماء أوروبا الكتب العربية. نعم، ترجموا الكتب العربية جميعا، بل هم احتفظوا بكتب المخطوطة وتراث العلمي، میراث فرهنگی ما رو الان اونا حفظ کردن. بیشترین کتاب های خطی، نسخه های خطی گرانقدر در دست اونها هست، در حالی که ما قدر اون کتاب ها رو نمیدونیم. الرابع، تأخر المسلمون لأنهم ترکوا العلم. طبعا تأخر المسلمون لأنهم ترکوا العلم، هذا صحیح، ولكن هذا الخطأ ينبغي أن يمحى، ليس خطأ، هذا صحيح. الخامس، رجع المسلمون مرة أخرى إلى طلب العلم، هذا صحيح. طيب، نأتي إلى تدريب الثاني. أجب باختصار عما يلي. ماذا تقرأ عائشة هذه الأيام؟ حسب ما ورد في النص، هي تقرأ كتبا عن الحضارة الإسلامية. الثاني، في أي العلوم تقدم المسلمون؟ تقدم المسلمون في الطلب في الطب والصيدلة والنجوم والجغرافيا. الثالث، هل تأثر أوروبا بالمسلمين؟ نعم، ترجموا كتبهم ودرسوا في جامعاتهم، يعني درسوا الكتب وكذلك درسوا، بعضهم كانوا يأتون ويدرسون في جامعات المسلمين. الرابع، ماذا أخذ علماء أوروبا عن المسلمين؟ أخذوا عنهم العلم. علماء أوروبا أخذوا عن المسلمين العلم. الخامس، لماذا تأخر المسلمون؟ لأنهم تركوا العلم والعمل بشريعة الإسلام. تأخروا لأنهم تركوا العلم وتركوا العمل بشريعة الإسلام. السادس، هل يدعو الإسلام إلى العلم؟ كيف؟ نعم، أول آية نزلت من كتاب الله تبدأ بفعل اقرأ. اولین آیه که نازل شد با فعل اقرا شروع میشه. با کلماتی رو در اینجا ناقص هست در بین ترکیب که باید بیارید و جمله ای رو هم ترکیب بکنید. هات الحروف المناسبه ثم استعملها في جمل من انشائك. ولی کلمه حرف هست. کلمات در عربی گفتین سنو هست، فعل، اسم، حرف. اینجا حرف اون حرف تهجی نیست، اینجا حرف واژگانی هست. حرف واژگانی به کلمه گفته میشه که معنا داره ولی معناش در ذات خودش نیست، با کلمه دیگه معناش تکمیل میشه، مثل فی، مثل الا. بین میگن در
من در تقسیمات واژه ها و کلمات عربی بهش میگن حرف، اون حرفی که ما میشناسیم به اون حروف هجا، اون هم بهش حرف گفته میشه ولی اون بهش حروف هجا میگن و این میگن حروف معنا. حروف معنا و اونا حروف هجا هست. فی حرف معنا هست و فا یا الف واو تا رازا و امثال اینها ز بینو میگم حروف هجا. طيب التمرين الأول يتأثر المسلم، يتأثر المسلم لكل فعل لابد أن يكون هناك حرف مناسب برای حرف فعلی، حرف مناسب وجود داره که بعد حرف مناسب معنایی رو بشناسی. يتأثر المسلمون به، تأثر به، این با فعل تأثر با میاد. يتأثر المسلم بالقرآن الكريم مثلا. الثاني اتصل، بازم به اهلی. اتصل مثلا علی به اهله، ارتباط گرفت. اتصل به یعنی ارتباط گرفت. اخذ العلم، اخذ من، اخذ العلم من والده، از پدرش. الرابع یدعو، یدعو باید با حرف الا باشه. یدعو الى الاسلام، المسلم يدعو الى الاسلام، مسلمان دعوت میده به سمت اسلام. الخامس نزل، نزل باید با حرف من باشه. نزل من الحافله، پایین اومد از اتوبوس. السادس رجع، رجع با الى میاد میشه. رجع الى بيته، محمود رجع الى بيته. التدريب الثاني صل بين الكلمة والتعريف المناسب. كلماتي داري منجا و جلوي این کلمات تعریفاتی هست که متناسب است با این کلمات. البته این کلمات واژهای معنادار هست، معنای واژهای اصطلاحی هست. مثلا حدیث اصطلاح هست. الحديث، حدیث، حدیث چی هست؟ سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم یا عملشون یا تقریرشون. حدیث و قول الرسول و عمله و تقریره. تقریر اون چیزی که دیدن و سکوت کردن و اعتراضی برش نکردن بهش میگن تقریر. قرره یعنی اون رو سکوت اختیار کرد و اعتراض نکرد بر اون. تعریف حدیث. الثانی الطب، الطب العلم الذي يهتم بصحة الإنسان. تدر تعریف حدیث، این تعریف کامل نیست ولی خب تقریبا نزدیک به تعریف کامل هست. الطب العلم الذي يهتم بصحة الإنسان. الكلمة در لغت مثل ذهب، محمد، في، ذهب فعل هست، محمد اسم هست و في حرف هست، اینو همشون بهش میگن کلمه در زبان عربی. الرابع القرآن، القرآن و کتاب الله العظیم، کتاب الله و کلام الله القرآن اسمه. الخامس الصيدلة، دارو سازی. العلم الذي يهتم بالدواء، العلم الذي يهتم بالدواء. السادس الجغرافيا، العلم الذي نعرف به أماكن البلاد، العلم الذي مغيته كشفرها رو بايش ميتونيم بشناسيم. أماكن جاها مغيتها كشفرها رو بلاد، بلاد كفتيم يعني كشفر، بلاد جمع بلد هست. العلم الذي نعرف به اماكن البلاد، موقعیت های کشورها رو میتونیم بایش بشناسیم. تمرین بعدی در ارتباط با تشدید هست که این رو قبلا هم خوندیم، وقت کوتاه هست از این میگذریم. تشدید رو در فارسی هم ما به کار میگیریم. میایم به تمرین نحوی که در اینجا وجود داره که مثنا و جمع رو برامون توضیح داده که در عربی ما سه نوع کلمه دار اسم داریم: اسم مفرد، اسم مثنا، اسم جمع. از نظر افرادی که زیر مجموعه اسم قرار می گیرن، مفرد هو ما دل على واحد او واحده، دلالت بر یک فرد مؤنث یا مذکر بکنه. مثنا ما دل على اثنین او اثنتین، دو نفر، دو یا دو عدد مؤنث یا مذکر. اثنین و اثنتین، دو عدد مذکر یا مؤنث بکنه. دو تا کتاب مذکر است، دو تا مثلا کراسه مؤنث است، دو مرد مذکر است، دو زن مؤنث است. جمع و هو ما دل على اکثر من اثنین او اثنتین،
بیشتر از دوتا یا سه تا اطلاق میشه. اگرچه در عربی کمترین جمع همون مثنا هست، گاهی برای مثنا هم جمع به کار گرفته میشه، ولی صیغه مثنا به طور مستقل هم وجود داره. مثالش مسلمون، مثنا میشه مسلمان و جمعش میشه مسلمون. یوم، یومان، الف و نون علامت مثنا هست، الف و نون ببینید، یومان و ایام جمعش میشه، یوم ایام جمعش میشه، یومان میشه مثنا. طبیبتون، طبیبتان، بازم الف و نون آخرش تا داره که تاش میمونه سر جای خودش. و طبیباتون جمع مذکر میشه با واو نون مسلمون، و جمع مؤنث میشه طبیبات. این همشون جمع، دو تاشون جمع سالم هست، اما ایام جمع تکثیر هست. جامعه، جامعتان، جامعاتون، جامعتان، تی آخر جامعه میمونه و الف نون اضافه میشه، میشه جامعتان، جامعه، جامعاتون، جمع جامعتان، جامعات، با الف تا جمع میشه. این بود بحث مثنا و جمع. در این بخش تمرین هم براتون کلماتی آورده که مثنا و جمعشو گفته تعیین کنید. کلمه، کلمتان، حضاره، حضارتان، مدرسه، مدرستان. این تایی که وجود داره در واقع اگر توقف کنید ها خونده میشه، اگر رد بدید تا خونده میشه، ولی الف لون که اضافه میکنید تا سر جای خودش میمونه. بلدون، بلدان، طالبون، طالبان، طالبتون، طالبتان، ابنون، ابنان، شهادتون، شهادتان. اما جمع کلمتون، کلمات، حضارتون، حضارات، مدرستون، مدارس، بلدون، بلاد، طالبون، طلاب، طالبتون، طالبات، ابنون، ابنا، شهادتون، شهادات. در بحث جمع ما جمع مکسر داریم که اصل واژه که مفرد هست میشکنه و بر یک وزن معینی جمع میشه، مثل ابن، ابنا، مثلا بلد، بلاد، که این اوزان مختلف داره، باید بیشتر بشنوید و حفظ کنید. اما جمع سالم با واو و نون مذکرش جمع میشه و با الف و تا مؤنثش، ولی در مواردی در جایگاه اعرابی خاصی که نقش ایفا میکنه کلمه، همون واو و نون گاهی یا و نون میشه، مثلا مسلمون میشه مسلمین. و مثنایی که باز با الف و نون هم هست گاهی با یا و نون میشه، ولی با فتحه یا فتحه میگه، به جای مسلمان میگه مسلمین، طالبان، طالبین. یا و نونی که در جمع هست یا ساکن است و نون مسلمینه مفهوم مفتوح هست، ولی در مثنا مسلمینه نون کسره داره و یا فتحه داره. این رو انشاءالله در دروس آینده مفصلتر انشاءالله خواهید خوند. در همین حد اکتفا میکنیم که اسم در عربی از نظر عدد بر مفرد هم اطلاق میشه، بر مثنا اطلاق میشه و بر جمع اطلاق میشه، بر کدوم از اینها که اوزان مختلف یعنی وزن و قالب های مختلفی رو داره. برای مذکر جداگانه، برای مؤنث جداگانه، الف و نون برای تثنیه هست، واو و نون برای جمع هست. همه شما رو تا برنامه دیگه والله متعال میسپارم. میتونید با رجوع کردن به سایت شبکه جهانی نور درس ها رو دانلود کنید و مراجعه کنید و مطالب رو مرور کنید تا مطالب بیشتر در ذهنتون تثبیت بشه. تا برنامه دیگه همه شما رو به الله متعال میسپارم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.